اینا رو منم بچه واقعا داشتم اون زمان. تو چه؟ من بچه تبدیل هم مامانم واقعا گوشون آدم گرفت مثلا بعد مرم من چوخم من زشتم من برم بمیرم هر چی سرش کار خودش باشه. سلام بچه ها، چطورید؟ به چنل یوتیوب من خوش اومدید. دوباره اومدیم با یه ویدیوی دیگه. قبلش یادتون نره که چنلمو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. صفحه اینستاگرام هم اینجا میاد، اگه ندارینش حتما داشته باشینش. خیلی دوستتون دارم. امروز قراره که نظرات شما رو بگیم. من یه کوشن باکس گذاشتم تو پیجم و ازتون پرسیدم که بدترین سوالایی که فامیل و غریبه ها ازتون پرسیدن و تو جواب دادنش ریدین و کلن اینجوری بودید که چه ربطی به تو داره، چرا داری این سوال میپرسی و اینا، یا خیلی مزخرف بوده سوالش تو پرتی بوده رو با هم دیگه ببینیم و در مورد با هم دیگه ببینیم با هم دیگه بگیم و دربارش صحبت کنیم. با ما باشید که کلی خاطرهای خفن هست و کلی چیزهای خنددار و رومخ و اعصاب خرد کن. بریم بیایم که شروع کنیم. خب اولیش اینه که کی ازدواج میکنیم. آدم مگه خود میدونه کی قراره واسش خواستگاری بیا، کی قراره عاشق یکی بشه؟ کی اینا مردم فکر کنم این سوالو در مواقعی میپرسن که دیگه هیچ حرفی نیست، مثلا بچه خیلی دو دختر پسر 20 ساله 18 ساله است و اینا، خیلی صحبتی باهاش کرده باشن یا فضولن یا همینجوری میخوان صحبتی کرده باشن یا میخوان سر در بیارن ببینن کسی تو زندگی اون هست یا نه. دقیقاً اینطوریه. کی بچه دار میشی؟ خیلی شخصیه. البته بعضی جایزه بپرسن، ولی مثلا بعضی واقعا جایز نیست. چون مثلا فامیل دور باید همچین سوالی بپرسه. خب شخصی دیگه، سر تو زندگی خودت باشه. هر موقع بخوایم بچه دار میشیم و بچه دار شدیم، حامل شدیم، اطلاع میدیم بهتون حتما. والا. سوالی که واقعا نمیدونم چرا این سوال خیلی شخصه، یعنی چی چقدر پول در میاری؟ این یکی بده. آقا شما خودتون حاضرید بگید؟ بله. حالا اونایی که الان مثلا حالا سنشون کمه کاری ندارن و اینا، مطمئنم اگه سنشون هم بیشتر بشون سر کار برن یه درآمدی داشته باشن، دوست ندارن درآمدشون رو بگن. همه کل جهان اصلا به نظر من چیز قشنگی نیست که چی خیلی فضولی بیش از حده. اگه درآمد کسی رو بخوای بپرسی چقدر چاق شدی؟ به تو چه؟ آقا دوست داشته چاق شده، دوست داشته لاغر پوست و زغونه رو کشه، دوست داشته هر کاری که کرده واقعا فضولیش نیومده. بعد دیدی بعضی‌ها با چه لحن بدی میگن وای چقدر چاق شدی، قبلا خیلی بهتر بودی. این توی ذهن تو ناخودآگاه اون آدم تاثیر میذاره و خیلی بده. انرژیشو میگیرید، انرژی منفی میدید، انگیزهشو میگیرید، فسش میکنید. جا فس میشه طرف دیگه. یه جوریه که وای من چوقم من زشتم من برم بمیرم. این واقعا اشتباهه. ممنون که چشمای منو باز کردی. به نظر من چاق بودن درسته که اندام خوب خیلی خوبه، ولی خب اونایی هم که چاقن زیبان، واقعا من از هم چاق بودن هم یه سری زیبایی ها داره. همه که نمیتونیم اینه هم باربی تو خیابون اونجوری به نظر بریم عادیه. خیلی هستن واقعا میگم خیلی هستن دختر چاق دوست دارن، خیلی هستن دختر لاغر دوست دارن، هر کی همه جوره دوست داره. ولی خدایی دیگه زیادی دارم تعریف میکنم، ولی باشگاه رو برید و به فکر اندامتون باشید. نه بابا جدا. این که میرم میگن دخترت اینستا نصب کرده چیزای بدی داره، اینا رو منم بچه واقعا داشتم اون زمان که چی واقعا که چی. خب یه روز اون دختر اگه تو گوشی خودش اینستا نداشته باشه، تو گوشی رفیقش هست، اطرافیانش دارن، اصلا داریم بدتر میکنین اینجوری. اون بدتر میخواد بدونه وای یعنی تو اینستا چه خبره که مامانم نمیذاره، یعنی تو یوتیوب چه خبره که مامانم نمیذاره، در صورتی که اصلا خبر خاصی نیست. اون چیزای بدی که دربارش حالا گفته شده یا هست و اینا الان نبینه اون بچه یه سال بعدش میبینه یا دوستاش بهش نشون میدن. بالاخره هست حالا اینستا نصب کردن یا یوتیوب نصب کردن چیزی رو تغییر نمیده، فقط اون بچه آپدیت تر میشه و واقعا یه سری چیزا رو توی زندگیش میتونه از اینستا یاد بگیره. این همه مطلب گفته میشه، این همه اتفاقا میفته، بالاخره نمیگم خیلی آموزشیه ها، ولی یه سری چیزا رو آدم من خودم
یه سری چیزا رو واقعا یاد میگیرم از پیجای بچه‌های دیگه و کلا بلاگرها و کلا اینستا. این مطلبایی که گذاشته میشه خیلیاش علمیه، خیلیاش همینجوری خاطره است. از اون خاطراتی هم که مثلا توی کپشن یا توی کامنت ها و اینا میگن، آدم خیلی چیزا یاد میگیره. از اصلا تفریح دیگه آدم تو اوقات فراغتش میاد میره تو گوشی چه خبره، یه نگاهی بندازه حال هواش هستش، چرا حرف میزنم. بله اون که بله بله. پیج اینستاگرامت چیه؟ آره اینم خوب نیست، نپرسید دیگه. البته بعضی خب این بدم نیست، خب میخواد پیج اینستاگرامتو بده، بستگی داره کی باشه که این سوالو ازت بپرسه. چرا جوش زدی؟ راست میگین. خب مگه دست خودشه چرا جوش زدی؟ چه سوالیه؟ دیشب تصمیم گرفتم صبح جوش بزنم. این واقعا سوال مسخره‌ایه. اینکه شب جمعه با شوهرت چیکار کردی؟ بیا. خب دیگه خیلی وارد اینا نمیشیم. سوال رو مخ زیاد میپرسن. کلا از فامیل خوشم نمیاد. خیلیاتون اینو گفتید. آره فامیل خیلی خوشو درگیر میکنه. از خیلی از دوستان بر دوستها و دوستای دوستان همینطوریه. یعنی من میخوام بگم دوباره من حرف زدنم ریخت. همیشه این چیزا هستی. خیلی فضول باشن تو همه چی میخوان دخالت کنن. آفرین به اون فکر. چطور این فکر به خود به مغز من نرسید؟ 7 سال با یکی تو رابطه بودم، خیلی اذیت شدم. تموم که کردم هر چی میرسه به هم میگه هنوز با اون میراستی. چقدر اعصاب. ولی خب دیگه 7 سال بوده دیگه، شاید هم دست خودشون نباشه، همینجوری میخوان حالا اول کنن اینو میگن دیگه. ولی خب زندگی شخصی ته، واقعا به نظر من کسی این نباید بپرسه. اون مخا نوشته که چرا اینو پوشیدی؟ خیلی بده. بعضی موقع‌ها آره مثلا منم وقتی بچه بودم یه انتخابای بدی می‌کردم تو لباس پوشیدنم. حتی الانم همین الانم بعضی موقع‌ها مامانم میگه که نیکو مثلا رعایت کنی لباس فلانه بیساره. آخه من یه دوست دارم دیگه. میدونم شما دوست دارید هر چی دوست دارید بپوشید. پس من با شما در این نقطه پایه، من نمی‌خوام مامان‌بازی در بیارم. هر چی دوست دارید بپوشید. همه دستا بالا دختر خانوما. به مامانت کمک می‌کنی؟ باش باش باش. و نتیجه کنکورت کی میاد؟ این اون یک سالی که برای کنکور درس میخونی یه طرف، این اعصاب خردی بعدش که هی میخوان همه ازت بپرسن واقعا یه طرف دیگه. بندازه همون یه سال استرس بهت میده. موهاتو بذار تو. اینم دیگه عقیده یه سریاست دیگه. اکثرا نوشتین تو نمیخوای ازدواج کنی، همه تون اینو بهتون میگن. چرا نمیری باشگاه لاغر کنی؟ درست نیست که بگن، واقعا درست نیست. چون به منم مثلا هر چقدر میگفتن چرا باشگاه نمیری، چرا باشگاه نمیری، خوشم نمیومد. خودم تصمیم میگیرم میرم باشگاه. لازم مثلا به این همه گفتن میره رو اعصاب دیگه، چیز رو هی بهت بگن. و ذات انسان اینجوریه دیگه، خیلی لجوج و لجباز، دوست داره خودش یه کاری رو بکنه، خودش به نتیجه برسه بعد اون تصمیمو بگیره، نه اینکه سر حرف بقیه بخواد بره. چون اون واقعا بهش حالم نمیده، چون خودش نخواسته سر حرف یکی دیگه رفته، اصلا بهش حال نمیده. مثلا الان دارم میرم باشگاه، واقعا چون خودم این تصمیمو گرفتم خیلی بیشتر دوست دارم. چند تا خواستگار داری؟ اوه هنوزم دارم میپرسن چرا همش سرت تو گوشیه. وای و بچه ها شما، من بچه تر بودم مامانم واقعا گوشیم ازم میگرفت. مثلا شبا این قانون رو گذاشته بود شب ساعت 9 من باید گوشی رو میداشتم و میز اتاقش و میرفتم میخوابیدم. گوشیم رو تا ساعت 9 شب داشتم. بعد منم مدرسه میرفتم دیگه، بعد منم خوابم نمیبرد. همیشه فکرم پیش گوشیه بود میذاشتم. مثلا ما همیشه خانوادگی زود میخوابیدیم، من ساعت 10 میرم میخوابم، دیگه مامانم اینا مثلا 11 میخوابیدن، 1 ساعت وای میسادن تا اینا برم بخوابن خوابشون بگیره. 2 ساعت تو تختم وول میخوردم که اینا بخوابن من برم. بعد خواب مامان بابام انقدر سبک بود، من کفش دمپایامو در میآوردم با روی نوک انگشتام آروم 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 میرفتم. بعد درم صدا میداد با چه زحمتی. میز بغل در بود، دستمو میکردم تو گوشیو برمیداشتم میمدم تا صبح. اصلا آدم عقده ای میشه دیگه، انقدر مثلا دوستش از شب گوشی دستم باشه نمیخوابیدم. تا صبح که میخواستم برم مدرسه نمیخوابیدم، دم صبح میرفتم گوشی رو میداشتم سر جاش، هم کل مدرسه رو میخوابیدم. نکنید این کار رو، نکنید، محدودیت بده. همین الان به مامانم میگم، اما خیلی محدودم میکرد، اصلا خوب نبود. مامانم خواب خیلی حساس بود، من باید زود میخوابیدم. چند کیلویی. خب اونایی که دیگه از وزنشون ناراضیان دوست ندارم واقعا بگن.
و یه سری هم خوب دیگه خانوما وقتی سر رو سنشون از یه جایی به بعد که خیلی حساسن و دوست ندارن بگن. می نوشته برای کنکور چرا خوندی؟ میخوای چه انی بخونی؟ به تو چه آخه چرا انقدر توی ما تحت منی؟ راست خوندی بگی ما نپرسید انقدر. شما میتونید برید تو باسنتون. هر کی سرش کار خودش باشه. چرا واقعا آدم خودش بخواد میگه آقا من نشستم آره کنکور فلان شده رتبم خودم بخوام میشینم میگم، خودم بخوام توی جمع فامیلی توی جمع دوستانه خودم میام میگم، لازم نیست بپرسید چیز شخصی. اینا اکثر همش 99% چیزی که گفته بود خیلی شخصی بود گفته شده بود. آره بابات چقدر حقوق میگیره؟ تو راست میگی بابات به خود آدم بپرسن چقدره دیگه بابات چقدر حقوق میگیره. و این سوال توی مدارس خیلی رایج بود، بعد همه هم دروغ میگفتن، همه تریلیاردر بودن تو مدارس. خودم هم به شخصی فکر کنم نشون میدادم خیلی پول داریم چون همه دروغ میگفتن. اینکه خیلی مدارس عجیب غریب بود که بابای من با 100 میلیون درآمدشه. من چرا تو پرت میگین دیگه آدم میفهمه دیگه. و بچه خیلی دروغ میگه تو مدرسه. من خودم هم میگفتم با دوستام همش کلکل بودیم، من میگفتم دور دنیا رو رفتم، میگفتم من همه جای خارج رو رفتم. مطمئنم شما هم بچه بودید از این حرف رو میزدید با دوستاتون الکی الکی. بچه اونا هم باور میکردیم، همه هم باور میگه ای راست میگی وای. و من میرفتم به مامانم دعوا میگم مامان دوستم رفته فلانجا ما تا حالا نرفتی. واقعیتش تموم شد. مرسی که با من بودید. شما هم اگه دوباره چیزی بوده که خیلی رو اینا اون رایج تریناش بود واقعا که خیلی گفته شده بود و رو اعصاب همه میره فکر کنم، شما اگه چیزی خیلی رفته رو اعصابتون به همین مرسد توی کامنتو بگید دوباره در موردش صحبت کنیم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، یادتون نره جاتون اینجاست. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.